ستر ځواک په سپیشلی نامه سلامونه میو منی وخت مو په خیر نن یک شنبه د دیا الله سونه هنیم لمریس کال د لړم یو لسمنه تا تاسو په امره ګرځوم د دې سات خبرونه له پایکان ټلویزیون څخه خراخلا په سر کې هم د سو مهم خبرونو سر کې کی د فرانسې ولسمشر لخوا اسلام او مسلمانان ته سپکاوی د دینی عالمان او بلخی قاریان لاریون چون در اروپا اسلام در رشد است به خاطر اختلاف انداختن در بین مسلمان ها میخواه یک فیلان را بگیره مثل توهین کردن به پیغمبر علیه السلام ایست په بلخ کې د سترګو د درملنې یو روغتیایي مرکز پرانستل این پروژه در مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در حدود 300 تن از هموطنان ما از این مستفید خواهد شدن. او همدارنګ په بلکې د میرمنو لاسي صنایع او کورنی تولیداتو ته نندارتون جوړول و نمایشگاه امروزی به خاطر رشد و توسعه تجارت زنان روستایی رو اندازی شده و برای دو روز ادامه داره این نمایشگاه. دا هم پوره خبرونه له ما میرویس محمدی سره. د اسلام او مسلمانانو په تړاو د فرانسې رئیس جمهور خبري د بلخ کاریانو غبرګونونه هم راپارولې دي. یو شمیر دینی عالمان او د بلخ اوسیدونکي په یوې جوړه شوې لاریون کې د فرانسې ولسمشر خبرې وغندلې او د اسلام پیغمبر د سپکاوی کاریکاتور خبرې د اسلام او مسلمانانو ته سپکاوی یاد کړ. د غولاریون کوونکو د یوې پریکړه لیک په خپرولو سره له فرانسې هېواد سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو غوښتونکي شول. دا لومړی لاریونونه نه دي بلکې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلام خوږ پیغمبر ته د فرانسې رئیس جمهور د سپکاوی خبر په غبرګونونو کې لاریونونه راوتلي ول. د فرانسې رئیس جمهور څرګندونې د اسلام پیغمبر د سپکاوي کاریکاتور د خپراوي اجازه ورکولو په اړه د دینی عالمانو او بلخار اوسیدونکو له پراخ غبرګون سره مخ شوې. د اسلام او مسلمانانو په اړه د فرانسې رئیس جمهور امانوئل ماکرون څرګندونو په تړاو په افغانستان کې د لاریونونو د روانې لړۍ په درېیمه ورځ د بلخ اوسیدونکو هم په لاریون لاس پورې کړ او د هغه انځور ته یې اور ورته کړ. گپ ما برای از اونا یه است، اونا ترس میخوره چون در اروپا اسلام در رشد است، به خاطر اختلاف انداختن در بین مسلمان ها میخواه یک فیلان را بگیره مثل توهین کردن به پیغمبر علیه السلام ایست. بدانی که این رقم توهین کردن ها به پیغمبر همه مسلمان ها را منسجم میسازه و همه مسلمان ها از پیغمبر خدا آمده است که دفاع بکنه و همچنین سایر کسانی که توهین با پیغمبر کردن اونها دیدن که مردم مسلمان ها هر روز انسجام هر قدر اینا توهین کرده بوده انسجام مسلمان ها همه قدر زیاد شده میره. روز نزدیک به 2 میلیارد پیرو داره. دین اسلام اصلا در ذات خود هیچ دین شرارت و کینه و دین خشونت نیست. دین اسلام دین مروت و برادری و عدالت است در بین جوامع بشری. بنابراین فکر میکنم کسانی که شرارت میکنن، دست به قتل و غارت میزنن، اونها را به مسلمان ها باید ارتباط نتن، چرا دین اسلام یک دین کامل و یک دین کاملا برادری و برادری است. لارین کون کی د فرانسې د ولسمشر خبرې او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی کاریکاتور خپرولو اجازه د اسلام او مسلمانانو سپکاوی یاد کړ. رئیس جمهور یک کشور متمدن مثل فرانسه او نه قانون انسانی رو بلد است، نه قانون آدمی رو بلد است. او خواسته که در تاریخ خود سیاه بکنه بین جامعه انسانی به خاطر که توهین برابری که 1,700,000,000 پیرو در جهان داره، او چطور میتونه که او آدمی توهین بکنه؟ مسلمانان عالم در برابر از این آرام نمیشینه و این آدم حتما سر جایش میشانه و این آدم قبر خود با این توهین کنده که دفن تاریخ میشه یادم. کره زمین یک طرف شوه که نام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین بکنه و به خاک بزنه یا نابود بسازه یا کم قدر و کم اهمیت بسازه هرگز چنین نمیشه. هرگز چنین نمیشه. ای خیال و ای فکر و
این چیز از سر خود دور بمانند. در سطح کره زمین خب یک اشتباهی را که از طرف رئیس جمهور فرانسه صورت گرفته، مردم متدین مسلمان افغانستان و سایر ممالک مسلمانی باید اتحاد هم حفظ کنند و باید از طریق روابط دیپلماتیکی که با سایر کشورها دارند و همچنان با کشور فرانسه افغانستان داره، باید اینا انسجام داشته باشند و باید اینا به نحو اینا را متقاعد بکنند که باید رسما از تمامی مسلمانان افغانستان معذرت بخواهند و دوباره تکرار نکنند این کار. په همدې حال د غولارین کوونکو د یو پریکړه لیک په خپرولو له فرانسې هیواد سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکولو غوښتونکي شول. جمهوری اسلامی افغانستان باید سفیر فرانسه را احضار و مواضع روشن دولت و مردم افغانستان را به آن بیان نماید. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان باید روابط دیپلماتیک خش را با کشور با دولت فرانسه قطع نماید. په افغانستان او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لاریونونو وروسته له هغې زور واخیست چې درې اونۍ وړاندې په فرانسه کې وښوونکي د پیغمبر د سپکاوي کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورکړ، چې وروسته بیا د همدې ښوونځی تا څیرمه د نوموړي ښوونکي سر ورڅخه پرې کړل شو. د فرانسې رئیس جمهور د دې ښوونکي ملاتړ په موخه د سپکاوي کاریکاتور د خپرولو اجازه ورکړه او په دفاعیې ټینګار وکړ. د سترګو د پردې روغتیایي مرکز د انساني خدماتو موسسې په مرسته د بلخ ولایت په مرکزي پولیو کلینیک کې پرانستل شو. د بلخ ولایت د عامې روغتیایي مسؤلین وایي دغه مرکز په یوې میاشت کې فعال وي او 300 ناروغانو ته درملنه ورکوي. مرکزي پولیو کلینیک د نوې پرانستل شوې روغتیایي مرکز سربیره د غاښو پروتیز او د ماشومانو عمومي جراحي او نور بېلابېل روغتیایي برخو کې فعالیت کوي. د بلخ د عامې روغتیا مرکزي پولی کلینیک کې د سترګو د پردې د درملنې مرکز پرانیستل. د سترګو د پردې درملنې مرکز د انساني کومکونو د مؤسسې په مرسته د بلخ د عامې روغتیا مرکزي پولی کلینیک کې جوړ شوی. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دا مرکز یو میاشت په وړیا ډول 300 ناروغان چې د سترګو ناروغیو سره مخ دي درملنه کوي. این پروژه در مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و در حدود 300 تن از هموطنان ما از این مستفید خواهد شدن. یعنی 300 عملیات جراحی کترکت در طول یک ماه انشاءالله انجام خواهد یافت. قسمی که شما میفهمین بسیاری از هموطنان ما از اثر یک بیماری به نام کترکت چشم یا پرده چشم بینایی خود از دست میتن و از زیبایی دنیا به بهره میمانن و چون مزار شریف زون است و در اینجا تراکم مردم هم زیاد است و نظر به سروی موسسه جمعیت کمک انسانی در اینجا افراد که پرده چشم دارن بیشتر بوده، از این خاطر ما رهبری موسسه تصمیم گرفتن تا برنامه را در اینجا تطبیق کنیم. لبل خو د بلخ د عامې روغتیا مرکزی پولی کلینیک عامر د یاد مرکز د پرانیستلو څخه هرکلی کوي او زیاتوي د درملنې تر څنګ د ضرورت په اساس به درمل او عینک هم ناروغانو ته ورکول شي. یک مقدار هدویه و عینک که ضرورت است اینا را هم به شکل رایگان بر مردم عرضه میکنه. د مسولینو پر وینا د یاد مرکز تر څنګ بل مرکز هم جوړ شوی چې د غاښونو پروتیز، استوماتولوژی، عمومی داخلی، عمومی جراحی، نسایی ولادی، جلدی او زهروی په برخه کې فعالیت لري. د بلخ ولایت کلیوالو سیمو څخه څه باندې شلو راغلو میلمنو د سوداګرو د ښځو ملاتړ او پرمختګ په مخه د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ کړ. دغه نندارتون د دوه ورځو لپاره جوړ شوی او د میرمنو لاسي صنایع او کورني تولیدات پکې نندارتې ته وړاندې کیږي. یو شمیر میرمنې چې په دې نندارتون کې یې برخې اخیستې و د کورني تولیدات په پیژندلو کې د ارزښت وړ بولي. د شلو ښځو څخه ډېرې د بلخ ولسوالۍ د ناامنه کلیو څخه په مزار شریف ښار کې راټولې شوي ترڅو خپلې وړتیاوې او لاسي تولیدات نندارې ته کیږدي. په دغه نندارتون کې کورني تولیدات او د بلخي ښځو لاسي صنایع د دوه ورځو لپاره په مزار شریف ښار کې نندارې ته ایښودل شوي. په لاره اچوونکي د دغه نندارتون موخه د ښځو څخه ملاتړ او د کورنیو تولیداتو معرفي کول بولي. نمایشگاه امروزی به خاطر رشد و توسعه تجارت زنان روستایی رو اندازی شده و برای دو روز ادامه داره این نمایشگاه.
و در این نمایشگاه 20 خانم با 20 میزه که تولیداتشان در او جایگزین شده در دو روز به نمایش میگذارن و ما تلاش داریم که در این دو روز زمینه را بیشتر مساعد بسازیم و فضا را بهتر بسازیم و اکثر مردم بتونن بازدید بکنن و تولیدات اینا به فروش برسن. هغه خوزه چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي، دغه ډول برنامه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندلو کې ارزښتناکه بلي او د حکومت څخه د دې ډول برنامو د ملاتړ غوښتونکي دي. بسیار موثر است برای ما، به خاطر که فرمایشات ما زیاد میشه، خرید و فروش ما زیاد میشه، ما میتونیم که تولیدات خود زیاد بکنیم اگر نمایشات زیاد باشه، نمایشگاه زیاد باشه. تمام چی امکانات داریم، بازاریابی نداریم، امنیت نیست. یک ذره چیست دولت همین خواهش داریم، اول امنیت، دوم همین نمایشگاه برگزار کنه که ما مالای جنسای خود به فروش برسانیم. بازاریابی نداریم، ما خواهشمند هستیم از بزرگا، کسایی که در اصل هستن اینا نمایشگاه برگزار کنن، ما رو بازاریابی ما رو مرمنه، کسایی که تجارت دارن ما رو امرای از اینا وصل بسازه، معرفی بکنه که ما از اینا مال ما رو در فروش برسیم. وضعیت اقتصادی ما قبلا ضعیف بوده، نمیتونستیم در روزگار خانه رسیدگی کرده، فعلا که امیاش بریده جور میکنیم و به فروش میرسانیم. خوب شده زندگی ما، روز به روز خوب شده میره. لبلا خواه دغه نندارتون لیدون که ده در دول نندارتونونو جوراول ده خزو سخه ده ملاتر او پا کچونه سوداگروی که اغیزناک بلی او پر دوام تینگار کوی. می خواهیم که از دولت، از کسایی که نار حمایت میکنند، مؤسساتی که در ایجاز قرار داره، از اونا می خواهیم که بیشتر چون زمینه را برای مردم خصوصا به خانما مساعد بسازن تا خانما بیشتر توانایی خود تبارز بدن و از محصولات داخلی خود کشور ما استفاده کنند. می بینین که قسمی که همینجا می بینین، ولی ما به این امیدوار به این هستیم که اینمی قسم نمایشگاه ها غیر از ارگان غیر از موسسه سی دبلیو دیگه ارگان ها به می قسم تداوم پیدا بکنن و همین رقم تجارت پیشه ها وجود داشته باشد که بتونن در رشد زنا، در اقتصاد زنا یک تغییرات کلی ایجاد شود. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرو ښځو د ملاتړ په پار په بلخ او ځینو نورو ولایتونو کې زیات نندارتونونه په لار اچول شوي، خو دغه ښځه د حکومت او د ښاریانو د نه پاملرنې څخه سر ټکوي. امنیتي ستونزې له سوداګرو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ، د ښاریانو لخوا د ښځو تولیداتو نه اخیستل او د دوی تولیداتو ده د هیواد دننه او بهر کې د بازار نه موندل د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. دا ول د دې ساعت خبرونه له پایکان تلویزیون څخه له مالتیا مومننه کې چاره.